سلام، من مرتضی رجب‌علی فردی هستم. در این آموزش به بحث خروج از مرکز در هندسه میپردازیم. خروج از مرکز در هندسه به این مفهومه که یه شی تا چه حدی با یه دایره کامل فاصله داره. بدیهیه که خروج از مرکز در دایره برابر با صفر هستش. ببینید، به خروج از مرکز در زبان لاتین میگن اکسنتریسیتی، با ای هم نشون میدن. هر چقدر این ای بیشتر باشه، درصد گردودن شکل ما کمتر میشه. یعنی هر چی داریم از ای مساوی صفر فاصله میگیریم، از دایره بودن شکل داره کم میشه. حالا اگر اکسنتریسیتی یا ای یا خروج از مرکز ما صفر باشه، شکل ما سرکل یا دایره است. اگر بین صفر و یک باشه، بهش میگن الیپس یا بیزی. اگر دقیقا خود یک باشه، بهش میگن پرابولا یا سهمی. اگر ای بزرگتر از یک باشه، بهش میگن هایپربولا یا حضلولی. و اگر ای به سمت بی نهایت بره یا همون مقدار بی نهایت، بهش میگن یه خطه. الان این شکل رو ببینید، این الیپسه، یعنی ای که بین صفر و یک هستش، مثلا اکسنتریسیتی نیم. بعد اگر یک باشه، بهش میگن پرابولا یا سهمی. اگر حالا یه چیزی بیشتر از یک باشه که الان اینجا دو در نظر گرفته، این شاخه های حضلولی رو میبینید، بهش میگن حضلولی. اگرم بره به سمت بی نهایت، بهش میگن یه لاین یا یه خط، که بدیهیه اگر ای صفر هم باشه که همون دایره یا سرکله. حالا محاسبه خروج از مرکز. برای دایره ای صفره. برای الیپس یا بیزی میشه رادیکال آدو منهای بیدو تقسیم بر آ. برای سهمی گفتیم یک مقدارش. برای حضلوی هم شبیه بیزیه، ولی رادیکال آدو به علاوه بیدو تقسیم بر آ هستش. یعنی این ای بزرگتر از یک و این ای بین صفر و یک. بدیهی هستش اگر میخوای این به خاطر بسپرید، این رادیکال آدو به علاوه B2 چون مقدار بیشتری باید بشه، این رادیکال آدو منهای B2 چون مقدار کمتری باید بشه. پس در این آموزک در رابطه بحث اکسنتریسیتی با هم بحث کردیم، یا همون خروج از مرکز، و گفتیم که این ای چه تفاوت هایی میتونه ایجاد کنه از صرف که دایره است، تا ای بزرگتر از یک که میشه حضلوی، یا تا بی نهایت که میشه لاین یا خط. و یه نکته پایانی بهتون بگم، این ای رو با عدد نپر خواهش میکنم اشتباه نگیرید. این ای از اکسنتریسیتی یا همون خروج از مرکز، از واژه لاتین این بحث خروج از مرکز گرفته شده، با عدد نپر اون رو اشتباه نگیرید. امیدوارم از دیدن این آموزک لذت برده باشید. تا آموزک بعدی، خدا یار و نگهدارتون.